زینب! 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 اسلحه تو بنداز! داداش ده بار زنگ زدم جواب نمیده. پاتو بذار گاز زودتر برسی. محمود لیلا اداره است؟ فهمیدم. باشه، وقتی اومد نظر جایی بره تا من برسه. دارم میرم ویلای ارجمند. چرا کشتیش؟ حالا چی میشه؟ با کمیسر اصلان تماس میگیرم، تصمیم گیری با اونه. شوخیش گرفت. بیا سوارش. لعنت به این زندگی. کمیسر اصلان چی میگردی؟ آیا دنبال چی هستی؟ آیا آیا آخه آیا اینجا چی کار میکنه؟ جواب بده. خواهرم اون توه، در رو باز کن لیلا، در رو باز کن. برو اون بر. یعنی از اینجا فرار کردی؟ خیلی بلنده، چطور پریده؟ من از کجا باید بدونم؟ این مال خواهرت زینب؟ نه، مال اون نیست. نه. تو مطمئنی؟ آره، اون خواهرم رو اذیت کرده، بهش زدم به زد خدا. منو ببین، کی؟ همون آشغالی که الان کشتمش دیگه، ارجمند. آروم باش، اینا رو باز کن. آروم باش، نفس بکش. تو رو خدا باز کن، به هم بگو همه چی از اول تعریف کن. بگو زینب، حرف بزن. باشه، خواهرم رو پیدا کنم و حرف میزنم. تو رو خدا اینا رو باز کن لطفا لیلا، التماست میکنم، خواهش میکنم لیلا، لیلا بازشون کن. داداش.
بازم جواب نمیده. مطمئنم تو درد سر افتاده. ساکت بودن ارجمند نشونه خوبی نیست. اویا 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 سر لیلا. کمیسر اسلان. کمیسر لیلا جواب بده دیگه. واسه این کارا گفتی دستبند تو باز کنم؟ ها؟ میخوای چی کار کنی؟ به منم شلیک کنی؟ لیلا برو، تو اینجا کاری نداری، دخالت نکن. خوشم نمیاد کسی اسلحه سمتم بگیره، بندازشون بر. التماست میکنم لیلا، لطفاً برو. خواهرمو پیدا میکنم، بعد خودمو تحویل میدم، قول میدم. بندازش. خوبی؟ هلن یه ها پرید جلوی ماشین، ندیدم. خوبی؟ صدامو میشنوی؟ تو نباید بیهوش بشی، زود زنگ بزن آمبولانس بیاد. حالت خوبه؟ صدامو میشنوی؟ هلن، هلن طاقت بیار. همش تقصیر توه. اون آشغال به خاطر تو وارد زندگی شد. جدی میگی؟ خب خوبه، یه دلیل داره. زود باش، شلیک کن. تلفن اویا زنگش همینه. لیلا کمکم کن، کمکم کن، خواهش میکنم لیلا. خواهش میکنم لیلا.
پلیس هست. جواب بده، جواب بده. الو بوسه، آیا پیش توی ازش خبر داری؟ زینب گوشی پیش توی؟ تو کافه جا گذاشته بودمش. میدونم عزیزم، میدونم. من از کافه برداشتمش. الان کجایی؟ خونه بوسه اینا. باشه. ببین عزیزم، الان زود برو خونه و به کرم بگو من امشب دیر میرسم. باشه عزیزم؟ باشه میرم. زینب اسلحه رو بده، بدش من. بلنش پاشو بریم هوا بخوریم. باشو زود باش. بلنش باشو. بیا اینجا بشین. زود باش برام بگو، از اولش تعریف کن. رابطه خواهرت با ارجمند چی؟ چه رابطه ای؟ چی میگی؟ اونو نمیشناسه. اون دختر جوانیه، دبیرستان میره، کلی رویا تو سرشه. با اون آشغال چی کار داره؟ از واسه چی اونو کشتی؟ نمیخوای حرف بزنی؟ اون بیخاصیت ترین آدم بود، میتونستیم ازش استفاده کنیم. اینطوری خیلی بد شد. خودت هم میدونی برادرش خیلی دوستش داره. انگار میشد دوستش هم داشت. حالا میخواد انتقام بگیره. و وقتی تو توی زندانی اوضاع بدتر میشه. امیدوارم نیاد دنبالت، ولی میاد مطمئنم. حداقل سعی میکنه به آسیب بزنه. اون دنبال اویا بود. چرا؟ رفته بود مدرسه‌اش. گولش زده بود که یکی از دوستای قدیمی منه، برده بودش کافه و از اونجا برام یه عکس فرستاد. منم دیوانه شدم و گفتم باید باباش حرف بزنم. موبایلش؟ اینطور که فهمیدم دست ارجمند مونده. نفهمیدم چی شد، به اویا زنگ زدم، اون جواب داد و اومدم اینجا. میخواست بهم دست بزنه. چی؟ میخواست بهم تجاوز کنه. نمیتونستم اجازه بدم دوباره این کارو بکنه. یعنی چی دوباره؟ زینب چی داری میگی؟ تو روز عروسی تو چرا هیچی راجبش بهم نگفتی؟ مگه من دوستت نبودم چرا چیزی نگفتی؟ حالا دوستت شدم؟ بعد عروسی هزار بار بهت زنگ زدم و جواب ندادی. زینب من زندگی من به خاطر جهان فلاداق تو خراب شد. زینب میگه میشناختی، بعد از اون قضیه مرد. همه چی رو فراموش کردم. یه زندگی تازه ساختم، عاشق شدم، ازدواج کردم و خوشبخت شدم. من خوشحال بودم تا وقتی که اون عاشقال دوباره سر و کلش پیدا شد. خدایا حالا کرم همین چی رو میفهمه. تموم شد دیگه، تموم شد داستان من، همینجا تموم شد. خیلی خوب، هیچ کسی چی نمیفهمه. اگه یه بار تونستی بازم میتونی.
فراموش میکنی، از نو شروع میکنی. خیلی خوب. ماشین من جلوی مزرعه خاموش کرد، موتورش جوش آورده بود، ولی حالا دیگه سرد شده. برو سوار شو، دنبال من بیا. باش، برو سوار شو، میرسونمت. سال قبل بابا، مدیر چی گفت؟ خدا لعنتت کنه.
بابا چرا این کارو با من کردی؟ تو منو سرفکنده کردی؟ به همه حالت کردی؟ چی شده؟ من میفرستادم درس بخونی، درس میفهمی؟ با کی میخونی؟ بابا با کی رو هم ریخته بودی؟ با کی؟ بهم بگو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ شما دخالت نکنی؟ داری میکشینی؟ دلم کنی؟ باید ادبش کنم؟ آقا مگه نگفته بودم دخترتون رو بردارین و از اینجا برین؟ دیگه از رسواییش خسته شدی، دستشو بگیرین و هر جا که میخوان ببرین. دلم کنی؟ بابا برو وسایلتو جمع کن، برمیگردیم خونه، ببینم اونجا کی میخواد جلوی منو بگیره دختری عوضی. بابا زود باش دیگه، باش باش. بفرمایدش. بفرمایید. منو یادت میاد؟ یه سر به 10 سال پیش بزن. سال قبل خودت که میبینید چه حالیه، کار همون کثافتیه که استخدامت کرده جهان کاراداغ. حالا یا میتونی بری بگی پیداش کردی اونم بیاد کارشو تموم کنه، یا بگی مرده و به این دختر شانس دوباره بده. به وجدان هستی داداش، حرف رو چشمم جا داره، میدونم کارت درسته، ولی این یارو جهان خیلی خطرناکه، اگه دروغمو بفهمه چی؟ نمیفهمه. لیلا اون شب مرد، به همه همینو میگیم، از اینجا مبرمش، بذار چشاشو باز کنه، هیچ که پیداش نمی کنه. خودم ترتیب همه چیو میدم. یادم اومد با هم کار کردی، گفتی دنبال یه زن بگردم، اسمش چی بود؟ لیلا. لیلا گفته بودی مرده، حتی قبرش هم نشونم دادی. توجه نمیشم. خب مشکل چیه؟ مرده ها زنده میشن. لیلا زنده است. امکان نداره. نداره که بیمارستان و کفن و دفنشم هست. دنبال سرنخا رفتم، قبرشم پیدا کردم. پس یعنی همش دروغ بوده. یعنی این اشتباه ها برات عادیه نه؟ درسته؟ چی کار کنم؟ نمیشه که گذشته رو درست کرد. لعنت بهت، من نصف جونم رو تو اون قبر جا گذاشتم. باید تقاص کارتو پس بدی. باشه باشه، من معذرت میخوام. باشه، من واقعا معذرت میخوام.
واسه پشیمونی دیگه خیلی دیره. دو نفر با خودت برد، بریم با آدرسی که میگم، همه جا رو تمیز کنیم. خودش ساد به مردن که از من قایم میشه، یعنی من اینقدر ترسناکم؟ داداش بعد من خوشبخت بوده؟ لیلا زنده سک زنده هست. داداش اون دیگه اون آدم سابق نیست، حالا یه پلیس قدرتمنده و میخواد کارتو تموم کنه. الو لیلا. سلام قربان، در خدمتم. بابا تو کجایی؟ از دیروز دارم بهت زنگ میزنم. خوابم برد، یه خورده خسته بودم. مگه خواب زمستونی رفته بودی؟ برنامه خوابم یکم عجیبه، یعنی میتونم دو هفته رو با روزی 2-3 ساعت خوابیدم بگذرونم، ولی یه روز تو ماهو باید 20 ساعت تخت بخوابم که دیروزم همون روز بود. خواب کجا بودی؟ خونه زینب؟ یه هتل خوب پیدا کردم، اونجا موندم. بهتره همین اطراف باشی. چشم، یه دقیقه دیگه اونجا. باشه. راستی نتونستم با زینب تماس بگیرم. تو اگه تونستی بهش بگو بیاد سر کار. باشه؟ هرچی شما بگی کمیسر. ولی این ساعتی طول میکشه. از الان میگم که باز مشکلی پیش نیاد. بچه ها پیشرفته یه جدیدی داشتیم. هلین با ماشین تصادف کرد. حالش چطوره؟ حالش خوب نیست، تو کماست. وضعش خیلی بخیر. شما از کجا اینو میدونی؟ چون جلوی چشمم. خب حدس میزنم که ارجمند نزدیک بیکوز یه ویلا داشته. دختره رو اونجا نگه داشته. دخترم یه فرصتی پیدا کرده و از اونجا فرار کرده. پس من و زینب میریم ویلا و یه نگاهی بهش میندازیم، مگه نه؟ اگه تلفناتونو جواب میدادیم میتونستیم بریم. آنده و محمود رفتن. خب چیزی هم پیدا کردی؟ بهتره بگم هیچ. خب مقصد بعدی کجاست؟ من حکم بازرسی گرفتم، میریم سر صحنه جرم اونجا رو بررسی کنیم. اگه بتونیم مدرکی پیدا کنیم که پلین اونجا بوده، میتونیم جهان و ارجمند رو تحت فشار بذاریم. خدایا حالا باید چی کار کنیم؟ اگه بفهمن ما اونجا بودیم چی؟ آروم باش، اونا نمیفهمن، همه ی رد رو پا کردیم. قاتل ها اینطوری فکر میکنن، ولی همه ی پلیس ها میدونن هیچ قتل بی نقصی وجود نداره. وقتی جسدی نباشه جرمی هم نیست. اونا فقط میخوان ببینن پلین اونجا بوده یا نه. هیچ کس به مردن یا نمردن ارجمند شک نکرده. خیالم راحت شد مامان. بهتره که بشه. میدونی دلیل اصلی گیر افتادن قاتلا چیه؟ چیه؟ این که میترسن و اشتباه میکنن. پلین. پلین اونجا بوده، تو اون خونه، همه چیزو دیده. میدونم. میدونم همه چیو میگه. خودم میدونم ممکنه دیده باشه، ولی آروم باش. چطور تو صورت کرم نگاه کنم؟ اویا منم همه چیو میفهمم. زینب آروم باش، خودتو جمع کن. اگه جهان بفهمه نمیفهمه. اگه بهش آسیب بزنه چی؟ منو ببین، خوب گوش کن. چیه؟ حالا باید یه تصمیمی بگیری. یا میتونی همینطوری بشینی یا گریه کنی، یا میتونی کنترل کنی یا به خودت بیای. زینب، زینب تو یه پلیسی، یه زن قوی هستی، باید خون سرد باشی. خب
تصمیم درست رو نگرفتی بیرون نمیای.